حضور او و در واقع مطرح شدن او به عنوان چهره پس از این بود که سپاه پاسداران در سوریه وارد عمل شد و در سوریه بود که نفراتش رفتن و اونجا مستقیم در عملیات میدانی شرکت پیدا کردن، جنگیدن و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یکی از فرماندهان سپاه قهرمان سازی شد ازش. ما قبلا فرماندهان سپاه زیاد داشتیم در زمان جنگ، ما هیچ وقت نمی‌شنیدیم که یک فرمانده سپاهی شاخص بشه، مردم غیر از سران قوا کسی رو نمی‌شناختند و این نام‌هایی مانند همت و باکری و غیره سال‌ها پس از جنگ بود که مطرح شد. این سنت در مورد آقای قاسم سلیمانی شکسته شد و برای نخستین بار قهرمانی از یکی از سرداران سپاه ساخته شد، گرچه شاید تاوان این قهرمان سازی رو هم جمهوری اسلامی به این شکل داد که حالا که این سردار سپاه کشته شده در حال ناچاره که از جهت حیثیتی یک واکنشی نسبت به این موضوع نشون بده و در واقع حتی اذعان بکنه که ضربه سختی خورده، در حالی که اگر که چنین از قاسم سلیمانی مانند پیش قهرمانی ساخته نشده بود و اون هم مانند یکی سرداری از دیگر سرداران سپاه بود، الان این ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی خورده بسیار کمتر احساس میشد. در لبنان اصولا نگاه به او چطور هست؟ برای اینکه میبینیم که در عراق خیلی متناقض هست، دهی از مردم معترضان عراقی امروز از این خبر شادمانی ابراز شادمانی کردند، در لبنان چطور؟ تفاوتی که در میان لبنان و عراق هست انسجام صفوف شیعیانه. در لبنان اکثر شیعیان در تحت پوشش حزب الله و جنبش عمل، دو حزب متحد ایران هستند و کسانی که خارج از یا حتی در بخوان منتقد اینها باشند یا خارج از اینها قرار بگیرند، میان شیعیان در اقلیتند. شیعیان یا پشتیبان مستقیم این دو حزبند یا به نوعی همدلند و البته این فقط هم محدود به شیعیان نیست، در میان مسیحیان میشه گفت نیمی از مسیحیان با اینها همدلند و همچنین بخشی از اهل سنت. این انسجام باعث میشه که خب به هر حال نسبت به آقای قاسم سلیمانی هم یک علاقه و همدلی میان شیعیان لبنان خیلی به چشم چشمگیری دیده میشه و همونطور گفتم فراتر از شیعیان. در عراق این انسجام صفوف شیعیان وجود نداره، یعنی یک نوع تعدد هست و طیفی وجود داره از نگاهی که شیعیان عراق نسبت به ایران دارند، یعنی از مخالف سرسخت ایران شروع میشه تا به کسانی میرسه که رسما مانند حزب الله لبنان خودشون رو پیرو آیت الله خامنه ای میبینند و در شخص قاسم سلیمانی قهرمان میبینند و این رو اما اگر فراتر از عراق و لبنان نگاه بکنیم در دیگر جاهای جهان عرب هم دیده میشه. به هر حال عرب ها عادت داشتند در این تاریخ خودشون، حتی تاریخ معاصر، که افراد نظامی و مقتدر رو حتی اگر که دیکتاتور هم باشند و حتی اگر سرکوبگر هم باشند، یک دید ستایش آمیزی همیشه نسبت به این چهره‌های قوی دارند و به همین دلیل به نوعی کسانی که شاید حتی خیلی همدل با ایران هم نباشند نسبت به قاسم سلیمانی یک دیده تقریبا اسطوره مانندی داشتند. و جانشینی که برای او انتخاب شده چقدر میتونه جای آقای سلیمانی رو بگیره؟ جانشینش الان دیگه یکی از سرداری است از میان سرداران سپاه، یعنی همون چیزی که آقای قاسم سلیمانی میشه گفت مثلا 10-15 سال پیش بود، زمانی که نامش اینطوری مطرح نشده بود. الان مثلا نام فرمانده نیروی زمینی و هوایی و دریایی سپاه که دیگر فرماندهان سپاه هستن به عنوان قهرمان مطرح نیست، فقط قاسم سلیمانی اینطور بود. حالا جانشین او هم دیگه اون نقش اسطوره‌ای و قهرمانی رو نداره، بستگی داره به اینکه آیا جمهوری اسلامی بخواد مانند قاسم سلیمانی از او قهرمان بسازه یا اینکه نه برگرده به همون رویه پیشین خودش. و در کل در سیاست ایران در منطقه چقدر تاثیر خواهد گذاشت این موضوع؟ در حال حاضر چشم‌ها دوخته شده به ایران که بخواد در برابر این ضربه‌ای که خورده چیکار می‌خواد بکنه و احساس می‌کنند که خب به هر حال ایران اگر بخواد ساکت بنشینه یک نوعی عقب نشینی است و در واقع جنبه حیثیتی داره، یک هر کشوری اگر جنرالش رو در بکشند قطعا یک اقدامی باید انجام بده، اما در شرایطی که ایران قرار داره این که چه کار میخواد میتونه بکنه، در حالی که میدونیم که خواهان جنگ نیستند و میدونن که اگر بخواد یک اونها هم متقابلا ضربه به آمریکا بزنند ممکنه که به جنگ فراگیری بیانجامه و منطقه الان در حراس از این هستش که
جنگی رخ بده. درسته که کسانی هستن که علاقمند به وقوع این جنگ هستن، اما میشه گفت اگر به رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی نگاه بکنیم، بیشتر آنچه دیده میشه حراس هست از اینکه جنگی بخواد پیش بیاد، این مقدمه جنگ بشه و خب این جنگ دودش به چشم بقیه ملت‌های منطقه هم خواهد رفت. متشکرم از تو مهداد فرهمند اینجا در استودیو. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا و نگرانی از تشدید تنش در خاورمیانه، قیمت نفت به مقدار قابل توجهی بالا رفت. بهای نفت برنت بیش از 4% افزایش یافت و هر بشکه 69 دلار و 16 سنت فروخته شد. این بیشترین افزایش قیمت نفت طی 3 ماه و نیم گذشته است.